رقیه رضایی، پژوهشگر حوزه زنان، برابری جنسیتی و عضو تحریری ایران وایر از اتاوا همراه ما هستند. خوش آمدید. این حکم دیوان عالی به نظر شما چه تأثیری بر جامعه زنان ایالات متحده خواهد گذاشت؟ درود بر شما. بگذارید اول توضیح بدم که تاثیر این مزمل کردن رأی در واقع رو در مقابل وید که در سال 1973 تو دیوان عالی آمریکا تصویب شده فقط روی زنان آمریکایی تاثیر نداره، بلکه روی تمام افرادی که دستگاه تناسلی منتسب به زنانه دارن، از نظر بیولوژیک در واقع قابلیت تولید مثل دارن تاثیر میگذاره. از اون گذشته با توجه به نقش رهبری که زنان آمریکایی و جنبش زنان آمریکایی در جهان داره، خب این عقب رفت و این عقب گرد تاثیر بسیاری روی بقیه جوامع هم خواهد گذاشت. اما به باور من این عزم اخلال رأی زندگی رو برای میلیون ها زن و افراد جامعه LGBTQ سخت خواهد کرد. تخمین ها بر اساس تخمین هایی که ارائه شده اینه که 36 میلیون زن و مرد ترنس و نان باینری زندگیشون بسیار سخت خواهد شد. دست کم در 13 ایالت همین حالا مکانیزم ماشه عملیاتی شده و پایان داوطلبانه بارداری ممنوع شده و احتمال میره که در بیش از 10 ایالت دیگه هم محدودیت های زیادی اعمال بشه. اما اعتراضاتی که امروز شاهد اونها بودیم، خب اینا نقطه امیدی هست که حقیقتش یه مقداری ما رو دلگرم میکنه به شرایط. این میتونه همدلی رو ایجاد بکنه، فشار روی ایالتهایی که دست دموکرات ها هست بیاره که در واقع قوانین و تسهیلاتی رو برای ساکنان ایالت‌های محافظه‌کار بگذارن، برای اینکه اونا بتونن مسافرت کنن و اونجا اگر که نیاز دارن که بارداریشون رو داوطلبانه پایان بدن بتونن این کار رو بکنن. من اتفاقا سوال دومم در همین ارتباط بود. آیا امکان تغییر مجدد این حکم وجود داره، مثلا با فشار افکار عمومی، یا حالا یا اینکه این قانون بعد سالها دوباره ادامه پیدا کنه؟ حقیقتش اینه که من فکر نمی کنم به زودی این اتفاق بیفته، با توجه به اینکه در تاریخ آمریکا فقط 13 مورد داشتیم که دیوان عالی رأی به عزم اخلال یه قانون داده. با توجه به اینکه قضات دیوان هم مادام العمر هستن و خب 3 تا از اونها توسط ترامپ انتخاب شدن و خب مشخصه که تا پایان عمرشون هم توی دادگاه توی دیوان عالی باقی میمونن و کلن هم رویه‌های قضایی تو آمریکا به شکلیه که چندان تغییر نمی‌کنه. به همین دلیل من فکر نمی‌کنم که به این زودی ها ما شاهد یه اوورترن یا عزم اخلال دیگه باشیم، و ولی این خوشبینی رو من دارم که این اعتراضاتی که الان شکل گرفته و برای ماهای آتی احتمالاً ادامه خواهد داشت بتونه روی ایالتهایی که هنوز مردد هستن فشار بیاره، اون 10 تا ایالتی که میگن هنوز مردد هستن فشار بیاره که در واقع محدودیت ها رو اعمال نکنن. خانم رضایی، زنها سالها تلاش کرده بودند تا این حق رو در واقع به رسمیت شناخته بشه که حالا لغو شده. امکان داره که این لغو حقوق دیگر اجتماعی زنان رو هم در آمریکا دچار یک همچین سرنوشتی بکنه؟ حتما این یه عقبگرد خیلی خیلی جدی هست. سال هاست که، یعنی از سال 1973 که این رأی رو دیوان عالی آمریکا داده، اعتراض افرادی که خودشون رو موافق زندگی میدونن، طرفدار زندگی میدونن، به اسم پرو لایف شناخته میشن، اینا اعتراضاتشون رو انجام دادن و حالا به نتیجه رسیده و احتمالاً این قوت قلب توشون شکل گرفته که میتونن این کار رو در مورد سایر حوزه هایی که مربوط به حقوق زنان و اقلیت های جنسی و جنسیتی میشه پیش ببرن.